الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه و آله الطاهرين. سؤالی که در اختیار این جانب قرار گرفته است مربوط است به خلافت عباسی. خلافت عباسی بعد از امویان شروع شد و در سال 655 سقوط کرد و در حقیقت بساط خلافت به یک معنا برچیده شد. کسانی که در تاریخ تحقیق وافی ندارند گناه سقوط بغداد را گردن دو نفر می‌اندازند، یکی خواجه نصیر طوسی، دومی هم وزیر خلیفه ابن علقمه قمی به نام مؤید الدین یا مؤید الدین. میگن در حقیقت اینها تبانی کردن با هلاکو و بغداد بر اثر تبانی اینها سقوط کرد. البته انسان وقتی که گناه میکند دنبال این است که گناه خودش را به گردن کسی بیندازه. گاهی میگن در میان اهل کتاب کسانی هستند گناه میکنند، گناه خودشان را به گردن یک بزی میفکنند که خدا اون بز را در حقیقت معاقبه کند. مسلماً سقوط بغداد فاجعه بود، قتل عام مردم بغداد فاجعه بود، اما باید ببینم عامل سقوط این دو نفرند یا عامل سقوط چیز دیگر است. شاعر میگد غیری جنا و انا المعاقب فیکم، دیگری جنایت کرده اما گناه به گردن این دو نفر. اولا ببینیم حمله هلاکو از چه سالی شروع شد. مغول از سال 616 از شرق اسلامی شروع کردن به حمله، وقتی که به بغداد رسیدن 655، 40 سال مانند بلدزر این کشور اسلامی را درو می کردند و کشتار بود و غارت بود و به اصطلاح تخریب. سوال میکنیم که آیا سقوط بغداد زیر سر این دو نفر، این 40 سالی که هلاکو این همه تخریب کرده، مقصر اونجا کیست؟ چرا تنها شما اینجا را در نظر میگیرید؟ عاقبت کار را در نظر میگیرید؟ در حالی که 40 سال است مشغول کار است و تخریب است و کشتار است و خدا میدوند در نیشابور چقدر اینها کشتار کردن، چقدر خانه ها را از بین بردن. 40 سال گذشت رسیدن به بغداد، مسئولیت ما قبل کدومه؟ اینجاست که باید ببینیم خلافت عباسی در آن زمان حالت پیری به خود گرفته بود، انسانهای لائقی نبودن، انسانهای با کمالی نبودن که جلو این حمله را بگیرن. بغداد در کیف است و در عیش و نوش است، 40 سال است که کشورهای اسلامی را درو میکنن. شما باید از اول ریشه یابی کنید، چرا این همه محکومیت و مغلوبیت؟ در کشور اسلامی نیرو بوده بود، سلاح بوده بود، اکثریت بود، اما این جمعیت با یک هجوم اونچنان رعبی در دل مردم ایجاد کردن که فرار میکردن به کوه ها. من براتون بگم شما نگاه کنید، اما جناب علقمی یک وزیر دانشمندی است، ادیبی است، شاعری است، کتابخانه عظیمی دارد. کسانی که در آن زمان زندگی کرده اند او را به علم و دانش تمجید بکنند. اما نصیر الدین طوسی این اسیر اسماعیلی ها بود در علمود، 24 سال یا 26 سال در اونجا اسیر بود. هلاکو هنگامی که قلعه را فتح کرد از علم و دانش نصیر الدین آگاه بود و همراه خودش آورد. چرا این دو نفر چه نقشی داشتن؟ من براتون بگم. در همان زمان علقمی به خلیفه سفارش کرد، گفت تجربه نشان داده است که هر کجا که سراغ هلاکو برون هدایای عظیمی بدهن، او از فتح اونجا صرف نظر میکند. شاهد آورد.
اما یه وزیر رقیبی داشت، او گفت نه، خلیفه این میخواد خودش را نجات بدهد، یه مختصر بدهیم و کافیه. یه هدایای مبتذل دادن، غیظ هلاکو را تحریک کردن، گفت چاره ای جز فتح بغداد نیست. حالا هلاکو آمده از اطراف بغداد گرفته، خلیفه در دربار خودش مشغول رقص با محبوبه معشوقه خودشه. دشمن پشت دروازه هاست، این مشغول عیش و نوشه. تیری آمد شیشه را شکست و وارد بر بدن این معشوقه و رقاصه خلیفه شد، او را کش یا زخمی کرد. جایی که خلیفه از نظر فکری در این حده، دشمن پشت دروازه است، این مشهور عیش نوشه، وضع بهتر از این باشد. اگر واقعا جناب علقمه وسیله این کار بود، باید بعد از فتح بغداد علاقمندان ابن علقمه در امان باشند. و حال اینکه بغداد فتح کردن، نه بر شیعه رحم کردن نه بر سنی. و اما جناب نصیر الدین، کار این در حقیقت یک نوع ترمز بود. او توانست بعد از فتح بغداد علمای اسلام را در بغداد و در نقاط دیگر جمع کند. اول اثرش همان رصدخانه مراغه هست. علمایی که رفته بودن مخفی شده بودن، بر همه اونها نامه نوشت، اونها را جمع کرد. 400 کتاب در مراغه جمع کرد، اون رصدخانه را برپا، علوم اسلامی را بالاخص علوم طبیعی را حفظ کرد. شما گناهان را گردن این دو نفر نیفکنید و تاریخ را مطالعه کنید. اگر واقعا قدرت نظامی بود، اگر در واقع افراد کافی بود، اغلا بودن روز اول در همان شرق اسلامی جلو به فساد را می گرفتن. این همه راه آمده است، 40 سال است که مرگ است و کشتار است و خونریزی است و تخریب، اما بغداد حرکت نمی کند. هنگامی که اطراف بغدادم می گیرن، یک مرد عاقل می خواد خلیفه را راضی کند که با هدایای بزرگ می توانیم این شر را دفع کنیم. اما یک رقیب آمد برنامه را به هم می زند، اون چی که نباید بشود شده. ولذا سقوط بغداد سقوط سیاسی نبوده. علقمه وزیر سیاسی بود، وزیر نظامی کسی دیگر بود. او اندازه سیاست خود کار کرد و خلیفه را وادار کرد به کار نیک، اما اون رقیبش نگذاشت، این اثرها پیدا شد. گاهی میگن این شیعه بود و نظرش این بود که این خلافت سنی از بین برود. خب خلافت سنی از بین برود، شیعیان سالم بمانند. هلاکو که آمد همه را درو کرد. اونها که نجات یافتن فقط مسیحیان و یهودیان بغداد بودن، بقیه مانند دیگر افراد از بین رفتن. مقداری تاریخ را مطالعه کنیم. سرگرم شدن خلفا به عیش و نوش و به مسائل لهو و لعب کشور را به اینجا رسند و این کشور اسلامی با این تخریب روبرو شد. سالها طول کشید که تا بتوانن این خرابی ها را جبران کنن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ما دامی که رؤسا بزرگان سیاستمداران مشغول خود هستند، اثرش همین بدبختیه. اما اگر در فکر ملت و سازندگی باشن، دست به دست هم بدهن، انانگر کنار بگذارن، کشور به آبادی میگذارد. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.